ادا قیمت بی وفا. بله ببخشین من در معرفی اشتباهی صورت گرفت. حزب دموکرات کردستان ایران. دموکرات کردستان ایران. ممنون. ببخشید. گرامی باد تداوم انقلاب ژنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، ملیت های ایران بر علیه استبداد حکومت آخوندی در آستانه انزوال و سرنگونی، مبارزان پیگیر راه آزادی و حقوق ملی، احزاب و سازمان‌های باسابقه و ریشه‌دار، حضار گرامی، فردا 22 بهمن یادآور روزی است که 45 سال قبل حکومت استبداد شاهی به وسیله مردمان ایران در خیابان‌ها و میادین از سوی و مبارزات زندانیان سیاسی در داخل زندان و حامیانشان در داخل و خارج و احزاب و سازمان‌های مبارز و مطالبه‌گر حقوق خلق‌ها به شکل مخفی و نیمه مخفی از سوی دیگر به تاریخ سپرده شد. آزادی بعد از 37 سال از حاکمیت مطلقه پهلوی دوم، مخصوصاً آن استبدادی که از دهه 50 خورشیدی شروع شده بود، چون زمینه دموکراتیک و پلورالی نداشت، نتوانست راه انقلاب را بپیماید. آن نیروهایی که در طول حدود 40 سال مبارزه برای دموکراسی و حقوق جامعه متکثر ملل ایران از ترک، آذری، فارس، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و گیلکی در ایران را نمایندگی می کردند، با ترفندهای آخوندی و تمامیت خواهانه به حاشیه رانده شدند. از همه راه‌های سرکوب بر نتابیدند و مخصوصاً امتسازی جدید ولایت فقیه نانوشته و نوشته در قانون اساسی حاکمیت اسلامی در ایران، روزگار تیر و تار و پرخونی را ایجاد نمود. جان ده‌ها هزار انسان مدنی، سیاسی و مطالبه‌گر را در درون زندان‌های مخوف و پرکشتار شهرها، روستاها و هر آنچه که مقاومت آزادی خواهانه در جریان بود را گرفتند. حتی با ادامه 6.5 سال از جنگ بیهوده 8 ساله ایران و عراق، روزگاری تلخ‌تر از نوشیدن جام زهر جلاد خمینی را در 44 سال گذشته تولید کردند. حزب دموکرات کردستان ایران با سابقه مبارزات 35 ساله آن زمان و ضدیت با حکومت‌های تمامیت‌خواه و بعد از برنتابیدن رژیم دیکتاتوری پهلوی، از جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان همراه اکثر مردم کردستان به جمهوری اسلامی، به قانون اساسی و به رئیس جمهوری که حقوقش را به رسمیت نشناخت رأی نداد. همچنین این بار نیز بر علیه استبداد دینی آخوندی سپاهی مافیایی ایستاد و همکنون نیز با 44 سال مبارزه مداوم و پر از فداکاری و پرخون پیشمرگان و جانباختگان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پر افتخار، پلورالیسم احزاب و سازمان‌های مبارز موجود در کردستان و سایر ملیت‌های موجود در ایران پیمودن راه سخت و دشواری را تجربه کرده و می‌کند. یکی از دستاوردهای سترگش جنبش انقلاب زن زندگی آزادی است که با قتل حکومتی ژینا امینی در کردستان در شهر سقز زده شد و ادامه پشتیبانی توده‌های مردم در سراسر جغرافیای ایران تنین افکند و مرزها را در نوردید و جهانی شد و حکومت آخوندی را در مرز پرتگاه قرار داد. ولی حامیان رژیم گذشته همانند اسلاف خیش کتاب آزادی انسانها را ندارند،
به سپاه اطمینان رژیم آخوندها تبدیل شدند. در محافل بین المللی نیز با اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی و جایزه سخاروف به خانواده ژینا امینی به رسمیت شناخته شد که بدون شک ادامه آن تومار این رژیم کودک کش، زن کش، جوان کش و ضد انسانی را با همبستگی و همرزمی احزاب، سازمان‌های سیاسی و مدنی و همه کسانی که دل در گرو آزادی و حقوق ملت‌های ایران را دارند و از سوی فشار بین المللی با توجه به فجایع جنگ‌های چند سویه و خونین که نقش جمهوری آخوندی بر کسی پنهان نیست را در هم خواهد پیچید. اتحاد مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندها با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و رفع تمام تبعیض‌های ملی، فرهنگی و مذهبی در میان نیروهای متحد به عبور از جمهوری اسلامی و سلطنت مشروطه و بی‌مشروطه پیروزی را در آینده نزدیک از آن ما خواهد کرد و کشور به آغوش صاحبان اصلی خیش باز خواهد گشت. حزب دموکرات کردستان ایران، کمیته سوئد. با تشکر. Ata kaybet ki uba fatime.